سلام و درود میگم خدمت همه دوستان. به مجموعه فراتر از باور خوش اومدید. این مجموعه شامل حقایق باور نکردنی، شگفتی های عجیب و داستان های فراتر از باوره که به صورتی جذاب در کنار هم قرار گرفتن. پس برای ورود به دنیای شگفتی ها با فراتر از باور همراه باشید. قبل از هر چیز، اگر تازه به کانال ما پیوستید، حتما ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از برنامه‌های جدید ما جان نمونید. شیطان در آسانسور. فردریک بلکوود، سیاستمدار سرشناس بریتانیایی که به نام لورد دافرین مشهور بود، در سال 1880 تجربه عجیب رو پشت سر گذاشت. شاید بشه گفت اون به خاطر شناسایی شیطان موفق شد جون سالم به در ببره. اما ماجرا از چه قرار بود؟ تجربه ماوراءطبیعه وی به شبی برمیگرده که در خونه دوستش در ایرلند مهمون بود. اون شب خواب به چشم لورد دافرین نمی اومد. اون چندین بار از خواب بیدار شد و تلاش کرد سرش رو با کارهای متفرقه گرم کنه، اما بی نتیجه بود. ناگهان حس کرد صدایی میشنوه. به اطرافش نگاه کرد، اما صدا از داخل اتاق نمی اومد. در حالی که کاملا حواسش رو به اطرافش جمع کرده بود، از تخت پایین اومد و به سمت پنجره رفت. شبی مهتابی بود و فضا نسبتاً روشن بود. لورد دافرین صدایی شبیه به ناله شنید. گوشاشو تیز کرد. صدا دوباره بلند شد. با اینکه قدری ترسیده بود، با خودش گفت باید خونسردیت رو حفظ کنی. حتماً صدای وزش باد از بین درخت هاست. ناگهان در ذهنش به یاد شایعاتی افتاد که در مورد حضور ارواح سرگردان در خونه های ایرلندی وجود داشت. صدای ناله کم کم نزدیکتر و بلندتر می شد. لورد دافرین به دقت بیرون رو تحت نظر گرفت و متوجه شد زیر درخت بزرگ و کهنسال در حیاط چیزی در حال حرکته. بعد صدای بریده بریده یه نفس کشیدن رو شنید. مردی سلانه سلانه از تاریکی وارد نور مهتاب شد. جبه باریک و بلندی روی دوشش قرار داشت. اون به زحمت و ناله کنان اون رو حمل می کرد. لورد دافرین با عجله از اتاقش خارج شد، از حال گذشت و به طرف حیاط رفت. در بیرون از منزل به جز اون مرد کس دیگه ای نبود. اون زیر نور مهتاب متوجه شد که مرد یک تابوت رو حمل میکنه. فریاد زد: آهای، داری چی کار میکنی؟ مرد سرش رو برگردوند و لورد دافرین از دیدن صورت مرد یکه خورد و حتی گامی به عقب برداشت. چهره مرد به قدری کریه و شیطانی بود که قابل توصیف نبود و اصلا نمیتونست فراموشش کنه. آیا اون یک تابوت دزد بود؟ لورد دافرین بعد از لحظه‌ای به خودش اومد و مجدداً گفت: آهای، تو کی هستی؟ داری با اون تابوت چی کار میکنی؟ اما هنگامی که به اون نزدیک شد، مرد و تابوت هر دو در کسری از ثانیه محو شدن. لورد دافرین با وجود اینکه خیلی ترسیده بود، اما در حیات و اطراف درخت ها دنبال اون مرد گشت. اون واقعا غیب شده بود و حتی هیچ جای رد پایی هم ازش باقی نمونده بود. لورد دافرین به اتاق خودش برگشت و شرح مفصل این اتفاق عجیب رو در دفتر خاطراتش یادداشت کرد. گرچه اون چهره وحشتناک رو هرگز نمیتونست از ذهنش دور کنه، اما وقتی قلم بر زمین گذاشت، خیال کرد ماجرا به پایان رسیده. با این حال، ماجرا به اینجا ختم نشد. سالها بعد لورد دافرین به عنوان سفیر کبیر بریتانیا در کشورهایی چون ایتالیا و روسیه و همچنین به عنوان فرماندار کل کانادا منصوب شد و در این کشورها به مأموریت رفت. از قضا لورد دافرین در سال 1891 به عنوان سفیر در کشور فرانسه خدمت می‌کرد. شبی اون رو برای یک مهمانی به گراند هتل دعوت کردند. لورد دافرین منتظر پایین اومدن آسانسور در طبقه همکف ایستاده بود. وقتی آسانسور رسید،
بقیه مردم اون رو شناختن و با احترام کنار رفتن تا قبل از دیگران وارد آسانسور بشه. درب آسانسور باز شد و درست قبل از اینکه لرد دافرین قدمی برداره و وارد اون بشه، با دیدن آسانسورچی خوشگش زد. اون دوباره همون چهره زشت و شیطانی و فراموش نشدنی رو روبروی خودش میدید. آسانسورچی در حقیقت همون کسی بود که سالها قبل در ایرلند دیده بود. کسی که درست مقابل چشماش ناپدید شده بود. لرد دافرین به اعصاب خودش مسلط شد و سعی کرد هیچ نشونی داله بر ترسیدن خودش بروز نده. اون خیلی موقر از بقیه عذرخواهی کرد و از اونها خواست سوار آسانسور بشن. سپس به سرعت خودش رو به دفتر مدیریت گراند هتل رسوند تا هویت اون مرد کریه المنظر رو شناسایی کنه. وقتی در اتاق مدیر رو باز کرد، صدای بلند و وحشتناکی در تمام ساختمان به گوش رسید. آسانسور از طبقه پنجم ناگهان سقوط کرد و تمامی سرنشینان اون بلافاصله جون خودشون رو از دست دادن. به اصرار لرد دافرین، ماموران سازمان‌های امنیت فرانسه و بریتانیا با توجه به توضیحات داده شده، ماه‌ها به جستجوی آسانسورچی مرموز پرداختند. اما هرگز مشخص نشد که اون فرد کی بود و از کجا آمده بود. سرنخ در شنزار. یکی از عجیب‌ترین ماجراهای جنایی پلیسی تاریخ در سال 1888 میلادی در یکی از شهرهای ساحلی کشور فرانسه به نام سنادرز رخ داد. در این سال تاجری سرشناس به نام آندره مونه به همراه همسرش برای تعطیلات به این شهر اومدن. تاجر مشهور شب هنگام برای شنا کردن از هتل خارج شد، اما هرگز بر نگشت. صبح روز بعد جسدش رو نزدیک ساحل پیدا کردن. گلوله‌ای به سینه‌اش اصابت کرده بود. پلیس فرانسه کاراگاه رابرت لوترو رو برای حل این پرونده انتخاب کرد که از قضا در زمان وقوع حادثه در نزدیکی سنادرز حضور داشت. علت انتخاب اون شهرت بسیار زیادش بود. لودرو یکی از موفق‌ترین نیروهای پلیس در زمان خودش بود و سن چندانی هم نداشت. مقامات وی رو در ردیابی سرنخ‌ها و حل معماها فوق‌العاده می‌دونستن. اون بسیار باحوصله، دقیق و وسواسی بود. همکارانش معتقد بودن اخلاق به شدت عجیب و غریبی داره. لودرو ساعتها و حتی روزها سر صحنه وقوع جرم میموند و تمام گوشه و کنار محل رو بررسی میکرد و تا همه سرنخها، شواهد و افراد مشکوک رو زیر نظر نمیگرفت، خوابش نمیبرد. برخی معتقد بودن همین وسواسشه که باعث موفقیتش در بسیاری از پرونده های لاینحل شده. برخی دیگه میگفتن اون میتونه با بو کشیدن یک لیوان خالی نوع نوشیدنی درون اون رو تشخیص بده یا از طریق رد پای افراد چهره صاحب اون رد پا رو شناسایی کنه. ادعا میشد اون برای حسن شهرتش ارزش زیادی قائله و دست به هر کاری میزنه تا به شهرتش اضافه کنه. برای مثال هیچ وقت خودش اقرار نمی کرد تمام روز رو زمان گذاشته تا صاحب دکمه ای رو پیدا کنه و در گزارش های نهاییش اشارهی به روش استنتاج صاحب دکمه نمی کرد. حالا با توجه به اهمیت پرونده و تقارن حادثه با حضورش در اون حوالی، پرونده رو بر عهده اون گذاشته بودن. ولی وقتی کاراگاه بزرگ پرونده رو بر عهده گرفت، هیچ سرنخی پیدا نکرد. مقتول هیچ دشمنی نداشت. جیبش رو هم نزده بودن. ثروتش حالا به زنش می رسید، اما اون هم تا 3:30 صبح جلوی چشم متصدی پذیرش هتل تو لابی منتظرش مونده بود. با توجه به اینکه پزشکی قانونی زمان وقوع جرم رو قبل از ساعت 2 تخمین زده بود، بنابراین همسر تاجر مشهور خود به خود تبرئه می شد. هیچ پیشرفتی در پرونده حاصل نشده بود. قبل از اینکه این پرونده رو به اون بسپارن، درگیر مأموریت دیگه‌ای بود و بیخوابی مکرر تأثیر منفیش رو گذاشته بود. اون از نظر جسمی و روحی خسته بود و شدیداً به استراحت نیاز داشت. با این حال،
اعتراضی نمی کرد و تمام فکر و ذهنش در درجه اول حل معما بود. بالاخره به روش همیشگیش رجوع کرد، یعنی حوصله، دقت و وسواس. دایره دور محل وقوع جرم کشید و سانتیمتر به سانتیمتر شنزار رو در محدوده اون دایره زیر و رو کرد. بالاخره تونست یک رد پا پیدا کنه. رد پای پیدا شده هویت قاتل رو افشا می کرد و این مسئله به شدت اون رو تکون داد. کارگاه لودرو با تمام وجودش به دنبال سرنخی بود و حالا که اون رو پیدا کرده بود به وحشت افتاده بود. چون گناهکار کسی بود که اون در تمام عمرش می شناخت. کشمکش درونی کارگاه کمرشکن بود. آیا باید هویت قاتل رو افشا می کرد؟ سرانجام وظیفه شناسیش بر تمام امیال نفسانیش غالب شد و لوترو بعد از ساعتها پیاده روی در ساحل به اداره پلیس سنادرز مراجعه کرد و گفت معما رو حل کرده. اون روی میز یک قالب گچی از رد پایی رو قرار داد که پیدا کرده بود و اعلام کرد این جای پا بی تردید به قاتل تعلق داره. اون بدون کفش از پشت سر به مقتول نزدیک شده و بهش شلیک کرده. سپس به قالب گچی اشاره کرد و عنوان کرد قاتل فاقد انگشت شست در پای چپشه. سپس کفش چپ خودش رو درآورد و با آرومی گفت آقایون، قاتل خود من هستم. کارگاه در کودکی انگشت شستش رو از دست داده بود و کابوس‌هاش که در اونها خودش رو در قامت یک جنایتکار می‌دید عملاً حقیقت داشتن. لودرو رو دستگیر و محاکمه کردن. پزشکان معتبری به دفاع از اون پرداختن. اونها اعلام کردن کارگاه رابرت لودرو مبتلا به بیماری روانی نادریه که در طی شب خطرناک و غیر قابل کنترل میشه. با این حال اون در طول روز کاملا عاقل و منطقیه. شهادت پزشکان و دفاع وکیل مدافع ماهرش لودرو رو از پای چوبه دار رهانید و اون به یک حبس ابد نامتعارف محکوم شد. اون در طول روز آزاد بود و هر جا که میخواست میرفت، اما باید شبها خودش رو به زندان معرفی میکرد. رابرت لودرو در سال 1939 بعد از گذراندن 51 سال حبس در سلول زندانش دار فانی رو ودا گفت. اون طی این مدت روزها در خیابانها پرسه میزد و هر روز بعد از غروب خورشید به زندان مراجعه میکرد. امیدوارم از این برنامه لذت برده باشید. نظرات و پیشنهادات خوبتون رو در کامنت ها برامون بنویسید. ما همیشه از همراهی شما عزیزان لذت میبریم. پیروز و پاینده باشید.